سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رامان جو کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به یک اخبار رپی و کوکتل بیلبورد. دیگه قرارم بررسی کنیم اتفاقاتی که افتاده تو هفته آخر مهر ماه 1403. برو بریم که با هم این برنامه رو داشته باشیم. مدگل یه ویدیو از خودش منتشر کرد با این مضمون که همه اسم منو میبرن میخوان گندشن، من اصلا اسمشون رو نمیدونم. یه جورایی داش اشاره میکرد به اون سایفری که آشنا هم یک تیکه انداخته بود، میگفت مدگل. و اینکه خب امیر اپیکور همین چند وقته فکر میکنم توی یک سال گذشته خیلی رو این داستان پارو زده و حرفایی که بود میزد، بعدش هم خیلی غیر مستقیم یک استوری گذاشت آشنا و میگفت اگر جایی نسوزه دهنی وا نمیشه. خیلی جواب باحالی داد، مدل گفتنش و اینکه اونم تو حالت رپ کردن و اینا بود. خلاصه میبینیم دوتا ویدیو رو با از رسانه تا رپر تا یوتیوبر تا پیج جواهر فروشی رو اینستاگرام اسم و صورت مدگل رو میذارن که ویو بگیرن. نردبون عالم. بعضی ها که ماهاست درگیرن با مدگل، در صورتی که من یک بارم جواب اینا رو ندادم. یارو دستش اومده ویو میگیره دیگه، همجور پشته هم اسمو میاره یه میلیونی میشه، چند هزار تا میاد روش و من اسم شما رو نمیدونم، بعد میام به میگن این فلانیه، فلان کار است، پس فرداش یادم میره اسمتونو. دلم واسه تون میسوزه واقعا. خیلی عقبین. هیچ وقت هم جوابتون رو نمیدم، اهمیت نداریم. اما اسم منو تو باید بیاری تا ویوات بره بالا. با همه تونم، با هیچ کدوم تونم در این حال نیستم، چون میگم اصلا من نمیشناسم شما رو. یه چیز رو دیر فهمیدم ولی بالاخره فهمیدم، تا جایی نسوزه دهنی باز نمیشه. ممرز شاه یک ویدیو از خودش منتشر کرد، اعلام کرد یک استعدادیابی داریم، امیدواریم این استعدادیابی مثل اون یکی نشه، پیش بره و ببینیم با هم. رفیق رو فقا سلام، خیلی چکرم. بچه ها من رو بعضا تو خیام میبینم میگن داشتم از ما کارامون رو چجوری به گوشت رو برسونیم، چی کار کنیم که بشنوی کارا رو. خب بعد از دو سه سال 15-20 روزه دیگه دوباره سایت اصلی آکادمی میاد بالا. بچه‌هایی که تو شاخه‌های هیپ هاپ می‌خونن، حالا رپ، آر‌ام‌بی، لطف کنن کاراشون رو بفرستن بدون پرداخت هزینه است. فقط سنگ مفت گنجیش مفتش نکنید. سرتون رو بذارید، شخصیت قائل باشید، اول واسه خودتون بعد واسه اصلی. یه نفر، دو نفر، سه نفر، حالا هر چند تا از بچه‌هایی که انتخاب میشن آهنگسازی‌هاشون رو می‌کنیم، آلبوم‌هاشون رو براشون می‌بندیم، همکاری خواهیم داشت. فقط فرقش این سری اینه که مردمم تو انتخاب شما دخیل خواهن. دوست دارم موفقیت همتون رو ببینم، مخلص منتظر باشیم. 15-20 روز دیگه سایت میاد بالا، کارهای خفنتون آماده کنید. پوریا پوتک دو تا آپدیت راجع به ترک امیری داد. اولی اینجوری بود که اگر اتفاقی نیفته تیزر امیری این هفته میاد و زیر یکی از ویدیوهای یوتیوبش کامنت پین کرده بود که پرهزینه ترین ویدیو تاریخ یوتیوب و رپ فارسی قراره منتشر بشه. این حالا چرا تو کاتگوری یوتیوب آورده بود اینو نمیدونم، شاید میخواست یک جامعه گنده تری رو در نظر بگیره. اما همین کنیس یه همچین پیامی گذاشت، تشکر کرده بود از ساپورتایی که از آلبوم شده بود و اعلام کرده 1,000,000 ویو که بخوره این آلبوم یه سینگل خفن میندازه، تا الان که مرز 800,000 رو رد کرده، پس به زودی سینگل ترک از کنیس خواهیم داشت. گادپوری و پیج رسمی ساندکلاد توی اینستاگرام یه سری کامنت بازی داشتن با هم می‌کردن زیر پست آخر پوری که این شکلی بود و پوری اون تو داره اشاره می‌کنه کی مگا هیتا رو منتشر کنیم، که نشون میده پروژه زیاد داره و بعد ببینیم چه جوریاست دیگه، کی میاد. بریم سراغ ترکایی که میلیونی شدن توی پلتفرما این هفته. ترک کویر از آلبوم کویر علی سورنا یکی از این ترک‌ها بود که 1,000,000 شد. ترک رولت که یکی از بزرگترین همکاری‌های یکی دو سال اخیر رپ فارسی بود از کوروش با همکاری زیروتون وانکیت، پوبان، آیسم و هلیا توی یوتیوب میلیونی شد، پنجمین میلیونی یوتیوب کوروشه. این عروسک یادتونه مال کدوم آهنگ بود؟ بیای توهی، میلیونی شد روی یوتیوب و 13مین میلیونی توهی روی یوتیوب. همچنین ترک ایران از شاهین نظفی هم روی اسپاتیفای 1,000,000 شد. ترک اگه بره از آرتا با همکاری هومان هم روی ساندکلاد 1,000,000 شد، 12مین میلیونی آرتا روی ساندکلاد. یکی از ترکایی که خودم شخصا خیلی دوستش دارم یعنی انگار از سینا سایی هم 1,000,000 شد روی اسپاتیفای، 3مین میلیونی سینا سایی روی اسپاتیفای. ترک بوز هیپاپولوژیست هم که همه جا داره میترکونه و میلیونی میشه روی اسپاتیفای هم میلیونی شد. تعداد موزیکایی که میلیونی شدن این هفته زیاده، بقیه‌اش اینجوری میریم. برانداز از پیشرو هم روی ساندکلاد میلیونی شد، تروی از پوری هم همچنین.
و ترک سیکای از کوروش. همچنین ترک رد شدیم از چرسی به همراهی آریان علوی رو سانکلاد میلیونی شد 31مین میلیونی چرسیه. در آخر ترک تو خیابون از آلبوم TNT ویناک با همراهی اشکان کاگان هم میلیونی شد، اگه اشتباه نکنم 4مین میلیونی TNT. اما از اینا که بگذریم، رفورسی انقدر کبیره، بیشتر خبر اینجوریه که کی میلیونی شد، کی 2 میلیونی شد، اینجوری خیلی خبر از آینده و این داستان ها کم هست. حالا تیزر میزر و این داستان ها. اما یه خبری که میتونه خوب باشه مخصوصا برای مخاطبانی که از قدیم رپ فارسی رو دنبال میکردن، اونم اینه که محمد تیدی کانال جدید یوتیوب زده که شاید بعد از مدت ها بخواد برگرده و کارهای جدیدی ازش ببینیم. یادش بخیر، چقدر خاطره داریم با محمد تیدی، ببینیم چه جوریا میشه دیگه. تو این چند هفته اخیر خیلی میبینیم که رپرها دارن همو فالو میکنن و این داستان هایی که از عجیب تریناش این هفته افتاد. علی سورنا و مشی همو فالو کردن. حالا علی سورنا که خیلی اهل همکاری نیست، ولی این به نوعی ساپورتی که از مشی اینجوری کرده جالبه. زمین خوردی پاشو، بد یاد میدم خودم راشو، زلم راشو، چی بود دماغم واشد، اسپید رپم داد پاداشو. من قدیمیم بگو تو کی، با سر کی ورس خوندم یو پوکی، ببین رپ فارس چقدر پلشت وایرال میشه دو سختر تو. گلو گشاد میپوشم به تو چه سیسمه، سیگارم کج گوش لبم به تو چه سیسمه، به جوهر اعتیاد دارم یه چی مسویدم، تنها دوستم تو این خیابونا کاترت. تو رو دیدم خواستم همدمم تو باشی، رابطمون گذشت با قهر و آشتی، اگه با هم پایه بودیم یه شهر رو داشتیم. مثل همیشه بشه من دفعه تخت جم، از اون ثانیه‌هایی که میگذره نمیشه ثبتش کرد، میخوام بسازیم با هم یه خونه که باشه سقفش کرد. جیمی زندگی میکنم دیریلی اکیلی میلی واسه فامیلی، خودم 5 سال سوبر رفیقان پول دوزی چی کلاس کردم تو بینی. خوش اومدی به بلاد پاری، کاری باد نداریم با کاغانی، کانی یاد بگیریم تا پاگانی، کار یاد میگیریم با چاغالی. میگفت به زندگی اعتبار نیگات، مغز تو اعتماد میگاد، بد میخوری و دلت انتقام میخواد، گفتم برو به سباد بیاد. باستا رو پات، حتی اگه زمین خوردی یا پله یا رزوات، اگه فکر چه کس توی راه رویات شدی یه تیک سنگ رویت توی خواب. باستا رو پات. بچه کیری یا بیری یا نمیدونم چی میگیم پیرا، بهمون نمیخوره تیراشون. میکنه بچم رو فلکس، کسه تونم فاک فیس، با مدی بدم آدرس که فیس پرم دکنست، میزنم رگو های دوست. اگه اش تو هوا بود برات کلشو میکردم ایدرا، حتی اگه توی رابطه بودم با کسی باش میکردم بریک آف. رفیقان بام نموندن موقع سختی، امید کسی بام نیومد، زخمی میکنه شده کارت زبونم. قایم بود از اخبار رپی و کوکتل بیلبورد این هفته، یعنی هفته آخر مهر 1403. چقدر موزیکای تکراری زیاده، چقدر اتفاقات عجیب داره میافته تو موزیکا. یه کوچولو من خودم فکر میکنم هیچ وقت نبوده که انقدر کم رپ فارسی گوش بدم و بیشتر رپ آمریکا، حالا جاهای دیگه گوش بدم. من متاسفانه یه 5-6 ماه هست که این فضا غالب رو رپ فارسی و یه سری آهنگا میاد که اصلا نمیدونم، نه فرم جالبی داره، نه راجب چیز جالبی داره حرف میزنه، نه قافیه درست حسابی داره. تند و تندم اون آرتیستایی که اینجوریان دارن کار میدن و بقیه نمیدونم چی کار دارن میکنن. خیلی آهنگ خوب داره کم میاد، آهنگی که بتونیم گوش بدیم. فقط یه جوری اینجوری شده خیلی از آهنگا که ببینیم چی گفت، بعد دیگه چی دیگه نمیدونم. امیدوارم از این فیز به زودی رد بشیم، خیلی فیز عجیب و حوصله سربریه. نظر شما حالا در کل چیه، هم راجع به این فیز، هم که آهنگ مورد علاقتون تو این هفته کدوم آهنگ بود؟ کامنت کنید. دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.